به نام خدا. سلام بچه ها، تو این فیلم انشالله کاربرد مشتق رو داریم شروع میکنیم. فصل پنجم کتاب درسی که شامل موضوعات متنوعیه و معمولا دو تا یا سه تا تست هم توی کنکور داره، از مفهوم نقطه بحرانی شروع میکنیم و میریم سراغ کم کم اکسترموم ها و بهینه سازی انشالله. بچه ها، موضوع کاربرد مشتق رو با تعریف نقطه بحرانی میخواییم شروع بکنیم. نقطه بحرانی نقطه‌ایه که در واقع توی اون مشتق تابه یا صفر یا موجود نیست. حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد که آقا چرا نقطه بحرانی این مدلی تعریف شده؟ اصلا به چه دردی میخوره ما یه همچین نقطه‌ای رو تعریف کنیم؟ وقتی بریم جلوتر با یه موضوعات در واقع جدیدتری آشنا بشید میفهمید که علت این تعریف به چه شکل بوده. حالا الان فعلا فارغ از این که این در واقع علتش چیه، راجع به این صحبت بکنیم که آقا نقطه بحرانی در واقع تعریف دقیقش چیه و چجوری باید پیداش بکنیم، چه از روی نمودار چه از روی ضابطه، و بریم حالا بعداً راجع به این که در واقع فلسفه تعریف نقطه بحرانی چی بوده صحبت میکنیم در آینده. بچه همونطور که گفتم، نقطه بحرانی نقطه‌ایه که در واقع مشتق تابع در اون نقطه صفر باشه یا موجود نباشه. در واقع تابع تو اون نقطه مشتقش صفر باشه یا تو اون نقطه اصطلاحاً مشتق ناپذیر باشه. فقط یه نکته خیلی مهم وجود داره، اینکه اگر برای تابعی بازه بسته داده شد، در این صورت اول و آخر بازه مشتق پذیر نیستن قطعاً. چرا؟ چون میدونیم که در واقع همسایگی راست نداره آخر بازه و اول بازه هم همسایگی چپ نداره. پس اول و آخر بازه نقاط مشتق ناپذیرن و حتماً بحرانیان. بنابراین اگر برای تابعی یه بازه بسته توی صورت سوال داده شد، اول آخر بازه قطعا نقطه بحرانی هن. یعنی ندید دو تا نقطه بحرانی رو تابع داره. اینجا باید شد توی این نقطه در واقع اومدیم به این موضوع اشاره کردیم که اگه بازه بسته براش دادیم، آبی رو حتما به عنوان نقطه بحرانی در نظر بگیرید. حالا یکی از اصلی ترین کارهایی که داریم بچه چیه؟ این که از روی نمودار تابع بتونیم نقطه بحرانی رو پیدا کنیم. خیلی موقع ها نمودار رو بهمون میدن یا سوال به حدی ضابطش ساده است که شما میتونید نمودار رو رسم کنید و از روش در واقع نقاط بحرانی رو بشمارید. خب از روی نمودار چجوری باید نقطه بحرانی ها رو پیدا کنم؟ مشتق صفر. کی مشتق صفره؟ زمانی که تابع میپیچه میاد پایین، خط مماس افقی میشه. زمانی که تابع میپیچه میره بالا، خط مماس افقی میشه. پس هر موقع تابع نرم پیچید، خط مماس افقی داشت، اونجا مشتق صفره. خب این از این مشتق ناپذیرا چی بودن؟ برگردیم به مشتق. قبلا توی مشتق، توی بحث مشتق پذیری و مشتق ناپذیری گفتیم که چه نقاطی مشتق ناپذیرن؟ نقاطی که ناپیوسته باشن، نقاط گوشه، نقاط عطف قائم و نقاط بازگشت. خیلی خلاصه بگم هر کدوم از اینا چی بودن. آقا ناپیوسته که مشخصه، دیگه اصلا بحثی نداریم راجبش. گوشه ها چیا بودن؟ نقاط تیز، نقاطی که مشتق چپ و راست هر دو موجودن ولی نابرابر، یا یکی موجوده یکی ناموجود. همه اینا پیوستن ها، تو پیوسته ها داریم بررسی میکنیم. ناپیوسته ها که گذاشتیمشون کنار، اونا مشتق ناپذیرن. پس نقاط گوشه مشخص شد، نقاط در واقع نکتیزن. نقاط عطف قائم اونجایی که مشتق چپ و راست هر دو بی نهایت و هم علامتن، بچه این شکلی یا این شکلی در میاد نمودار تابه. و نقاط بازگشت، نقاطی که مشتق چپ و راست هر دو بی نهایت و مختلف علامت، این شکلی و یا این شکلی، که در واقع اینا رو میدونید. اگرم یه مقداری احساس بکنید که یادتون رفته، آخرین فیلم مشتق رو میتونید نگاه کنید بچه، که راجع به مشتق پذیری و نقاط مشتق ناپذیر مفصل صحبت کردیم. اگه احساس بکنید یادتون رفته، یه نگاهی بهش بندازید، چون تو کاربرد به شدت نیازش داریم. خب پس الان میدونیم که روی نمودار تابع چجوری نقطه بحرانی ها رو بشماریم. بریم یه مثال با هم دیگه حل بکنیم. میگه تابع توی این بازه رسم شده، نقاط بحرانیشو بشماریم. خب اجازه بدید که من شکل رو بزرگ بکنم، با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم قضیه چیه. خب این تابمونه بچه‌ها. اولی که توی بازه بسته تعریف شده، نگاه کنید، تو پر. همین الان میدونم اول آخر بازه نقاط بحرانی هن. اول آخر بازه بدون هیچ شک نقاط بحرانی هن. هیچ بررسی خاصی هم نمیخوایم. خب بریم سراغ مشتقای صفر. مشتقای صفر کجاست؟ یه دونه اینجا مشتق صفره، دیگه چیزی نداریم جایی که مشتق صفر باشه. بریم سراغ مشتق ناپذیرا. مشتق ناپذیرا دسته اول ناپیوسته ها. ناپیوسته، خب بچه اینام ناپیوستن ولی آیا نقطه بحرانی هن؟
خیلی نکته مهمیه که نقطه بحرانی حتما باید تو دامنه باشه. اگر نقطه بحرانی تو دامنه نباشه بچه نمیشماریمش، یعنی این نقطه بحرانی محسوب نمیشه. آقا پس چرا اینو شماردی؟ چون اینجا یه توپوری داشتیم، یعنی تابه مقدار داشت، یعنی در واقع این طول جزء دامنه یه تابه بود، ولی بچه ها اینجا درست نقطه ناپیوسته است ولی تو دامنه نیست، پس من به عنوان نقطه بحرانی نمیشمارمش. همینطور اینجا ناپیوستگی دارم ولی تابه مقدار نداره، پس نقاط ناپیوستمون همین یه دونه است. گوشه داریم، این یه گوشه نقطه تیز. عطف قائم داریم، اینم یه عطف قائم که میبینید خودش برامون مماس و کشته مماس قائم شده. بازگشتم نداریم، البته این که این بازگشت یا گوشه خیلی از شکل معلوم نیست، چون توی بازگشت اینا به هم میچسبن کاملا، تو گوشه ولی یه ذره زاویه دارن از هم دیگه، ولی به هر حال نقطه بحرانیه دیگه، من با اینش کاری ندارم. پس یه دونه آ بحرانی، اینجا بحرانی، اینجا بحرانی، اینجا بحرانی، دیگه بریم اینجا بحرانی، بی ام بحرانی، این میشه نقاط بحرانیمون. خب بریم مثال بعدی بچه ها. مثال دو میگه با استفاده از رسم نمودار نقاط بحرانی توابع زیر را بیابید. میگه آقا این توابع رو رسم کن، از روی رسم، از روی نمودار در واقع نقاط بحرانی پیدا کن. بچه من ضابطه ها رو، 5 تا ضابطه رو تخته نوشتم، میخوایم با هم دیگه رسم کنیم. خب اولی میگه قدر x. آقا قدر x که دیگه آبکی این قدر x بلدید نمودارش. خب بچه ها مشتق صفر نداره، ناپیوسته نداره، عطف قائم نداره، بازگشت نداره، نقطه گوشه داره یه دونه. x مساوی صفر، نقطه گوشه ایه در واقع، مشتق ناپذیر و بحرانی. خب بعدی به ما میگه x منهای قدر x. آقا x منهای قدر x رو چیکار کنم؟ بازه‌بندی کنیم بچه‌ها. خوراک قدر مطلق بازه‌بندیه. x منهای قدر x، اگر x بزرگتر مساوی 0 باشه، آقا قدر x میشه x، x منهای x 0. اگر x منفی باشه، قدر x میشه منفی x، x منهای منفی x میشه 2x. خب بریم سراغ رسم نمودارش. خب میگه آقا توی x های مثبت 0، ببینید تو x های مثبت ثابت صفر، تو x های منفی 2x، اینم 2x. بچه ها حواستون باشه، آقا x های منفی رو حالا تو این سوال فرقی نمیکنه ها، بعضی برای رسم نمودار تابع، مثلا من سر کلاس موقع میبینم بچه ها این کار میکنن که آقا اینو اینوری میکشن، حواستون باشه با شیب مثبت 2x، بعد یا مثلا اینو اینجوری میکشه، آقا اینجوری بکشی که اصلا دیگه تابع نمیشه، گفته x های منفی، یعنی قبل محور y رو باید بکشی. خب به هر حال نمودار تابعمون میشه این. خب کجاها بحرانیه؟ بحرانی چی بود؟ یه بار دیگه با خودمون مرور کنیم. مشتق صفر و مشتق ناپذیر. آقا مشتق صفر کجا است؟ تمام این قسمت مشتق صفر، یعنی در واقع تمام x های بزرگتر از صفر، یا به عبارتی بذارید بازه بنویسم، مثلا صفر باز تا مثبت بی نهایت تماما مشتق صفر و بحرانیه. خب مشتق ناپذیر داریم، مشتق ناپذیر چی بود؟ گوشه داریم، آره صفر، صفر گوشه است، x مساوی صفر، مشتق ناپذیر و بحرانی، عطف قائم و بازگشتم نداریم. پس مجموعه نقاط بحرانی میشه اجتماع اینا، یعنی صفر بسته تا مثبت بی نهایت چی میشه؟ میشه بحرانی. بریم سراغ تابع سوم. میشه گفته 5x منهای قدر x منهای 2. خب بچه این 5x منهای قدر x منهای 2 برای x های بزرگتر مساوی 2 و کمتر از 2 دو ضابطه ایش بکنم. آقا چرا 2 رو برداشتی؟ چون ریشه تو قدره. اینکه x از 2 بزرگتر یا کوچکتر تعیین میکنه که x منهای 2 مثبت باشه یا منفی. خب بچه اگه x بزرگتر از 2 باشه، قدر x منهای 2 چی میشه؟ میشه x منهای 2. 5x منهای x منهای 2 میشه 4x به علاوه 2. اگه x کمتر از 2 باشه چطور؟ اگه x کمتر از 2 باشه، x منهای 2 منفی قرینش در میاد، یعنی میشه 5x منهای منفی x به علاوه 2. چی میشه اینم؟ میشه 6x منهای 2. پس اینم 6x منهای 2. خب دیگه با این محاسباتمون کاری نداریم، بریم سراغ رسم نمودار تابع. خب
این یه خطه، از دو به بعد شروع میشه، دو رو بدم بهش میده ده. این دو ده یه نقطه، از اینجا به بعد بشی به چهار. اینم یه خطه، دو بهش بدم اینم میشه ده و باشی به شیش، یه ذره شیبه بیشتر. خب بچه این میشه نمودار تابه. آقا مشتق صفر داریم؟ نه، هیچ جا مشتق تابه صفر نمیشه. مشتق ناپذیر داریم؟ آره، یه دونه گوشه داریم، اتفاقای مبازگشت و ناپیوسته و اینا نداریم. پس فقط x مساوی دو، یعنی در واقع طول دو یا نقطه دو و ده در واقع بحرانیه. چرا؟ چون مشتق ناپذیره، مشتق ناپذیر و بحرانی. چهارمی بچه ها بهمون گفته تابع براکت x، تابع براکت x رو توی چهارمی بهمون گفته. براکت x هم بچه ها نمودارش رو بلدیم، تابع پله ای. میدونیم که بچه ها براکت x یه همچین نموداری داره، پله ها یه واحد یه واحد میرم بالا، طولشون هم یه واحده. خب آقا کجا مشتق صفره؟ بچه ها همه اینجاها در طول پله ها مشتق صفره، در طول پله ها تماما مشتق صفره. پس جاهایی که جز اعداد صحیح، چون تو اعداد صحیح یه ناپیوستگی داریم، مثلا مشتق نداریم، حالا بعدا صحبت میکنیم که اونم بحرانی. الان فعلا میگم تمام طول پله ها، یعنی از اول پله تا آخر پله بجز اول آخرش، یعنی در واقع همه اعدادی که عضو اعداد حقیقی هستن ولی عدد صحیح نیستن، آره منهای زد، اینا چیه؟ مشتق صفر و بحرانی. آقا بقیه جاها چی؟ یعنی تو اعداد صحیح، مثلا اینجا. خب تو اعداد صحیح هم میبینیم تابع ناپیوستگی داره، وقتی ناپیوستگی داره پس مشتق ناپذیره، بنابراین توی زد هم، یعنی به ازای همه اعدادی که صحیح هستن، مشتق ناپذیر و بحرانیه. پس بچه‌ها ببینید توی اعداد غیر صحیح بحرانی، تو اعداد صحیح هم بحرانی، اجتماعشون چی میشه؟ تمام اعداد حقیقی. پس به ازای هر x عضو r بحرانیه. بچه‌ها این ایه برعکس رو میخونیم به ازای هر، تو کتاب درسی نیست ولی خب دیگه اگه استفاده کردیم بدونید، این ای برعکس رو میخونیم به ازای هر، به ازای هر x عضو r بحرانی، یعنی تمام اعداد حقیقی برای این تابع نقطه بحرانی محسوب میشه، اصلا کلا تو بحران این تابع. خب تابع آخرمون چیه؟ x منهای براکت x. x منهای براکت x هم داریم به عنوان تابع آخر، که بچه‌ها نمودارش رو باید بلد باشید، حتما تابع معروفیه. x منهای براکت x بچه‌ها تابع جزء اعشاریه. چه شکلیه؟ ای گفتین چه مدلی؟ بچه بهش میگیم تابع اره‌ای، شبیه دندونه های اره است. باید نمودارشو حتما بلد باشید. اگر یادتون نیست نمودارش، بچه بخش جزء صحیح یا براکت رو توی توابع خاص نگاه کنید. این نقاط تو خالی همه تو راسته یک، اینجا اعداد صحیح، خب عرض کنم خدمت شما که مشتق صفر داریم؟ نه، هیچ جا مشتق صفر نمیشه، یعنی در واقع خط مماس به تابع هیچ جا افقی نمیشه. پس بریم سراغ مشتق ناپذیرا. ناپیوسته داریم؟ بله، تو تمام اعداد صحیح تابع ناپیوسته است. نگاه کنیم بچه تو دو مثلا حد چپمون یک، حد راستمون دوه، در واقع حد راستمون صفر، معذرت بخوام، اینجا یعنی تابه میاد اینجا یه، باید موجی کار تخته بلند کنم ادامهش اینجا بنویسم، دوباره تو سه باید موجی کار تخته بلند کنم ادامهش اینجا بکشم، یعنی در واقع ناپیوستگی داریم تو اعداد صحیح. خب پس به ازای همه اعداد صحیح مشتق ناپذیره، چون ناپیوسته است و بحرانیه. و دیگه بچه ها عطف قائم و بازگشت هم نداریم، یعنی در واقع مجموعه نقاط بحرانی این تابع x منهای براکت x در واقع اعداد صحیحه. خب بریم یه دونه تست حل بکنیم بچه ها. تست یک رو ببینید، میگه تابع
قدر X2MN های 4 چند تا نقطه بحرانی داره. بچه ها اصلا نمیخوام که وارد فضای مشتق گیری بشیم. وقتی اینقدر ضابطه سوال ساده است، شما رسم نمودار انجام میدید و خیلی راحت میتونید نقاط بحرانیشو بشمارید. خب بریم بچه ها روی تخته نمودارشو رسم کنیم. قدر X2MN های 4 چجوری رسم میشه؟ آقا من قدر X2 رو بلدم. این X2 4 واحد میارم پایین میشه X2 منهای 4. اینجا ریشه هاشه، اینم منهای 4. یه قدر بگیرم پایین محور X ها، قرینه میشه میاد بالا، میشه این شکلی. اینجا 2 منهای 2، اینم 4. خیلی خوب، پس این چیه؟ قدر X2 منهای 4. آقا میخوام نقاط بحرانیشو بشمارم. مشتق صفر داریم، بله اینجا مشتق صفره، مشتق صفر و بحرانی. خب مشتق ناپذیر داریم، عطف قائم و بازگشت نداریم، ولی گوشه داریم، ناپیوسته هم نداریم. زمین دو تا گوشه داریم، اینجا و اینجا، میشه گوشه مشتق ناپذیر و بحرانی. بنابراین بچه ها 3 تا نقطه بحرانی داریم که 3 تا توی در واقع گزینه 3 اومده. خب بچه ها بریم سراغ تست 2. گفته که تابع سینوس قدر x در بازه منهای پی تا 2π چند تا نقطه بحرانی داره. بچه ها اینم رسمش کار سختی نیست، به خاطر اینکه ما سینوس x رو بلدیم نمودارش رو رسم بکنیم. کافیه که جای x قدر x بذاریم. بچه ها اینجا رو تخته رو اگه داشته باشیم نگاه کنید، اگر که من سینوس x رو دارم و میخوام از روش سینوس قدر x رو بکشم، وقتی شما تو ضابطه تابع x رو برمیدارید جاش قدر x میذارید، سمت چپ محور y ها هر چی باشه حذف کنیم، سمت راست رو قرینه میکنیم. نگاه کنیم بچه ها، مثلا سینوس x این شکلیه، من سمت چپ رو حذف میکنم، سمت راست رو قرینه میکنم. در این صورت سینوس x چه شکلی میشه؟ سینوس قدر x چه شکلی میشه؟ کاملا قرینه نسبت به محور y ها. خب اینجا p، اینجا 2π، بنابراین اینم منهای p، اینم منهای 2π. سوال میگه تو بازه منهای p تا 2π چند تا نقطه بحرانی داره، یعنی از اینجا تا اینجا نقاط بحرانی رو میخوام بشمارم. اول اینکه بازمون بازه، یعنی اول آخر بازه، دیگه برامون اهمیتی نداره، تو بازمون اصلا نیست، تو دامنمون نیست که بخوایم بشماریم. خب بریم سراغ مشتقای صفر. اینجا مشتق صفره، خط مماس افقی، مشتق صفر، مشتق صفر، اینا خط مماس افقی دارن، مشتق صفره. مشتق ناپذیر و ناپیوسته که نداریم، گوشه داریم، بازگشت و عطف قائم هم نداریم، پس میشه 1 2 3 4. بنابراین گزینه 1 درسته. خب بریم سراغ تست بعدیمون، تست 3. همینجا حلش میکنیم. میگه نمودار مشتق تابع F با دامنه R به شکل روبروست. بچه ها مشتق تابع F رو رسم کرده برامون، میگه تابع F چند تا نقطه بحرانی داره. خب اجازه بدیم من یه مقدار این شکل رو بزرگ کنم. نگاه کنیم بچه ها، این F پریمه برای ما رسم کرده. خب من باید به چه سوالی جواب بدم؟ کجاها مشتق صفره و کجاها مشتق موجود نیست؟ خب اینم نمودار مشتقه دیگه، کجا صفره؟ هر جا که خورده به محور X ها، در واقع مقدار صفر شده یا ریشه هاش، یه دونه، دو تا، سه تا. خب پس این سه تا فعلا تو ذهنمون داشته باشیم. مشتق ناپذیرا چه نمودی پیدا میکنن اینجا؟ جاهایی که در واقع من میبینم تابع به هم مقدار نمیده، یعنی تو دامنه مشتق نیست، یعنی اونجایی که اف مشتق ناپذیره در واقع نقاطی هستند که توی اف بریم تو دامنه ما در واقع نیستن. این نقطه بچه ها میبینید تابع مشتقمون مقدار نداره، اینجایی که خطچین رسم کردیم مقدار نداره، و این نقطه تو خالی که بازم توش مقدار نداره. پس سه تا نقطه هم مشتق نداریم، سه تا نقطه هم مشتق صفر شده، مجموعا میشه 6 تا نقطه در واقع بحرانی. حالا یه چیزی ممکنه بگید که آقا از کجا میدونی اینا تو دامنه تابع هستن؟ سوال توی صورتش گفته که دامنه تابع F با دامنه R. نگاه کنیم بچه‌ها،
گفته نمودار مشتق تابع F با دامنه R، یعنی در واقع دامنه تابع F رو بهمون R گفته. حالا اون اولش یه شرطی داشتیم که آقا باید تو دامنه باشه نقطه بحرانی، باشه تو دامنه F آ نه دامنه F پریم. حواستون به این موضوع باشه، چون گفته دامنه F آره، بنابراین هر شش تا اینا نقطه بحرانی محسوب میشن. خب اما میخواییم بچه ها راجب ضابطه هم صحبت بکنیم، یعنی اینکه اگر به ما ضابطه دادن چجوری نقاط بحرانیشو بشماریم. راجب نمودار مفصل صحبت کردیم، اما بحث ضابطه. بچه ها اولا که تا اونجایی که بتونیم نمودار رسم کنیم، یعنی اگر ضابطه ما ساده است، نمودار شد ذهنمون داریم، قطعا میریم سمت اینکه نمودار رو رسم بکنیم، خیلی راحت‌تر و سریع‌تر قطعا میتونیم بشماریم. ولی اگر ضابطه پیچیده یا نمودارش بلد نیستیم، میریم سمت مشتق گیری. اگر ما مشتق گرفتیم از ضابطه تابعی و به شکل کسر در اومد، نگاه میکنیم کی صورت صفر و کی مخرج صفر. چرا؟ اونجایی که صورت مشتق صفر، مشتق میشه صفر و بحرانیه. اونجایی که مخرج مشتق صفر، تابع میشه مشتق ناپذیر، یعنی مشتقمون موجود نیست و بازم بحرانیه. پس اگر مشتق ما به شکل کسر در اومد، هم ریشه های صورت و هم ریشه های مخرج رو پیدا میکنیم و در نهایت حواسمون باید به دامنه در واقع باشه، یا اگر بازه بسته ای بهمون دادن حواسمون به اون بازه باشه. اگر هم که دیگه کلا راجع به بازه ای صحبت نشود، یعنی در واقع توی صورت سوال بازه ای بهمون ندادن، منظورش اینه که دامنه بررسی کنیم دیگه. خب بریم سراغ مثال 3. 6 تا قسمت داره. 3 قسمت اولو فعلا روی تخته من نوشتم حل بکنیم. قسمت اول الفمون گفته x2 به روی x به علاوه 1، می‌خوایم بحرانیاشو بشماریم پیدا کنیم. یه مشتق بگیریم، مشتق صورت 2x در مخرج منهای مشتق مخرج 1 در صورت که x2 به روی مخرج به توان 2. خب بچه یه 2x2 دارم با این منهای x2 میره، یه دونم 2x دارم به x به علاوه 1 به توان 2، این مشتقمونه. خب آقا مشتق کجا صفره؟ جایی که صورت صفره. پس x2 به علاوه 2x رو مساوی صفر میذارم، میشه x در x به علاوه 2 مساوی صفر، دو تا ریشه صفر و منهای 2. کجا مشتق موجود نیست؟ جایی که مخرجش صفره، x به علاوه 1 به توان 2 مساوی صفر، پس x میشه منهای 1. آقا همه اینایی که به دست آوردیم تو دامنه هستن؟ نه، منهای 1 تو دامنه نیست. ببینید بچه ها، منهای 1 تو دامنمون نیست، یعنی ریشه مخرج تابع است. بنابراین اینو به عنوان نقطه بحرانی قبول نمی کنیم. پس فقط دو تا نقطه بحرانی داره که چی هن؟ x مساوی 0 و x مساوی منهای 2. تابع بعدی گفته که fx مساویه یه تابع درجه 3، 1 سوم x منهای 5 دوم x2 و علاوه 6 x منهای 7، بگیریم مشتق ازش، میشه x2 منهای 5 x و علاوه 6. خب بچه ها مخرج که اصلا نداره، همینو مساوی 0 بذاریم، میشه x منهای 2 در x منهای 3، بنابراین یه x میشه 2 و یه x میشه 3. دامنه تابع هم آره، بنابراین هر دوتاشون نقطه بحرانی هن. پس دو تا نقطه بحرانی داریم. بریم سراغ تابع بعدی، گفته فرج 3x. خب یه مشتق بگیریم بچه ها، این x به توان 1 سوم دیگه، مشتقش میشه 1 سوم x به توان منهای 2 سوم یا 1 به روی 3 تا فرج 3x2. باید حفظ باشید دیگه. خب کجا مشتق صفر؟ آقا صورت صفر میشه؟ نه، صورت صفر نمیشه، فقط مخرج ممکنه صفر بشه زمانی که x2 صفر باشه، و از این نتیجه میگیریم که x صفره. خب این تو دامنه هست؟ بله، دامنه تابع آره بچه‌ها، بنابراین فقط یک نقطه بحرانی داره. خب ادامه بدیم بچه‌ها مثالو. سه قسمت اولو حل کردیم، قسمت بعدی fx رو داده x2 در رادیکال 3 منهای x، مشتق رو بگیریم ازش، مشتق این میشه 2x در یکی عبارت، یعنی رادیکال 3 منهای x به علاوه این، یعنی x2 در مشتق این. مشتق این هم مشتق زیر رادیکال منفی 1، رادیکال هم 2 رادیکال 3 منهای x. خب همین 2 رادیکال 3 منهای x رو مخرج مشترک بگیرم. خب بچه ها این رادیکال 3 منهای x، ببینید این که مخرجش یکه، این رادیکال 3 منهای x تو رادیکال 3 منهای x ضرب بشه میشه 3 منهای x، یه 2 هم داره میشه 2 تا 3 منهای x، یه 2x هم که داریم پس میشه 2x در 2 تا 3 منهای x. این هم که بچه ها منهای 1 و x2 میشه منهای x2،
خب پس این 4x تو این ضرب بشه میشه 12x منهای 4x2 منهای x2 به روی 2 رادیکال 3 منهای x، یا به عبارتی 12x منهای 5x2 به 2 رادیکال 3 منهای x. خب این مشتقمونه کجا صفره؟ جایی که صورت صفره. صورتش که صفره، یه دونه x فاکتور بگیرم میشه 12 منهای 5x، یه دونه x صفر میده، یه دونه x 12 پنجم میده. مخرج کی صفره؟ زمانی که x 3 باشه. خب بریم سراغ دامنه، چک کنیم دامنه این تابع چی هستن. بچه دامنه این تابع میشه در واقع 3 منهای x باید بزرگتر مساوی 0 بذاریم، x کوچکتر مساوی 3. خب 0 که تو این بازه هست، 3 هم که اصلا آخر بازه است. دامنه تابع وقتی به شکل بازه بسته باشه آخرش قطعا آخر بازه بحرانی است. حالا خودمون هم به دستش آوردیم به عنوان نقطه مشتق ناپذیر. 12 پنجم هم که از 3 کمتر هست، بنابراین 3 تا نقطه بحرانی داریم. پس 3 نقطه بحرانی داره این تابع. خب بریم سراغ بعدی. گفته رادیکال 9 منهای x2، یه مشتق بگیریم ازش. مشتق عبارت زیر رادیکال منهای 2x، رادیکال هم 2 رادیکال 9 منهای x2. دو رو هم میتونم با هم ساده کنم میشه منهای x به رادیکال 9 منهای x2. خب کجا مشتقمون صفره؟ جایی که صورت صفره، یعنی x مساوی صفر. کجا مشتقمون موجود نیست؟ من ممنون میذارم دیگه مخففشو. جایی که 9 منهای x2 بشه صفر، یعنی x2 بشه 9، یا به عبارت x بشه مثبت منفی 3. آقا حواسمون به دامنه هم باشه. دامنه تابع چیه؟ 9 منهای x2 بزرگتر مساوی 0، پس x2 میشه کوچکتر مساوی 9، یعنی x میشه بین 3 و منهای 3. خب این عددهایی که دست آوردیم 0 مثبت منفی 3 همه تو این بازه هستن. 3 و منفی 3 هم که در آوردیم اول آخر بازه است که دیگه قطعا بحرانیه، یعنی مشتق ناپذیره. اول آخر بازه اگه مشکل مشتق ناپذیری هم نداشت بحرانی بود. بنابراین 3 تا نقطه بحرانی داریم. پس 3 نقطه بحرانی. بریم سراغ آخرین قسمت این مثال. گفته که fx مون هست x به توان 7 سوم منهای 14 تا x به توان 1 سوم. خب مشتق بگیریم ازش، این 7 سوم میاد میشه ضریب، یه دونه از توان کم میکنیم یعنی میشه 4 سوم منهای این 1 سوم هم میاد میشه تو این ضریب ضرب میشه میشه 14 سوم، یه دونه ازش کم میکنیم منهای 2 سوم. خب بچه اگه رادیکالی بنویسم 7 فرج 3 x 4 به روی 3 منهای 14 اینم 3، این x به توان منهای 2 سوم میارم تو مخرج میشه x به توان 2 سوم میرسم فرج 3 x 2. خب مخرج مشترک چی بگیرم؟ همین فرج 3 x 2، 3 تا فرج 3 x 2 ببخشید. خب این توی فرج 3 x 2 ضرب شده، صورتش هم تو فرج 3 x 2 ضرب میشه. بچه فرج 3 x 4 تو فرج 3 x2 میشه فرج 3 x6، یعنی x2 یه هفتم که دارم، پس میشه حرف x2 منهای این تو چی ضرب شده؟ هیچی، تو یک ضرب شده، پس اینم 14 تو یک ضرب میشه. خب صورتش کی صفره؟ حرف x2 منهای 14 مساوی 0، x2 میشه 2، پس x میشه مثبت منفی رادیکال 2. این جایی که در واقع مشتق صفره، مخرج هر موقع صفر باشه مشتق ناپذیر میشه، x2 مساوی 0، در نتیجه x مساوی 0. دامنه تابع چیه؟ دامنه تابع آرش. چرا؟ بخاطر اینکه همه فرجا سه اند دیگه، هیچ محدودیتی به لحاظ علامتی هم نداریم. پس اینم بچه ها 3 تا نقطه بحرانی داره. خب بریم یه دونه تست داریم بعدش بچه ها. تست 4 گفته که تابع x منهای رادیکال x چند تا نقطه بحرانی داره. بریم مشتق بگیریم ببینیم اوضاع چیه. خب مشتق این تابع، مشتق x1، مشتق رادیکال x1 به روی 2 رادیکال x، مخرج مشترک هم بگیرم 2 رادیکال x، این هم میشه 2 رادیکال x منهای 1. خب کجا مشتق صفره؟ جایی که 2 رادیکال x منهای 1 صفره. از این رادیکال x میشه 1 دوم، x میشه 1 چهارم. کجا مشتق موجود نیست؟ جایی که مخرج صفره، یعنی رادیکال x میشه 0، یعنی x میشه 0. خب دامنه تابع رو حواسم باشه، دامنه تابع هست 0 بسته به خاطر اون رادیکاله تا مثبت بی‌نهایت.
خب این دوتا هم توی بازمون هست، صفرم که اول بازه است و دیگه به خیلی ابر بحرانیه، خیلی اوضاعش خرابه. پس دوتا نقطه بحرانی داریم که توی گزینه 3 اومده.